توی این درس یه نگاه کاربردی تری میندازیم به مسکینگ. اینجا به طور مثال یه تصویر داشتیم که این تصویر بوده و ما حالا اون رو کروماکی کردیم و جلوی این تصویر قرار دادیم. حالا همونطور که شما میبینین، این به علاوه ها و زبدرهایی که ما اینجا گذاشته بودیم برای ترکینگ و برای پیدا کردن ترکینگ، حالا پاک نشدن به دلیل اینکه سبز نبودن. ما اینجا میتونیم با ماسک خیلی راحتی مشکل رو حل کنیم. شما لایه مورد نظرتون انتخاب میکنین، میای سراغ ابزار ماسکینگتون. به طور مثال من اینجا از بی اس پی لاین میخوام استفاده کنم و میایم با حالا کشیدن یه ماسک دور این شخصیتمون این مشکل رو حل بکنیم. البته خب همونطور که دیدید سابترکت، من باید بذارمش روی اد و یه خوردم اینجا اضافه بکنم به این تیکه. حالا اگر من مثلا بیام این شکل رو انیمه بکنم، یعنی من اگه انیمیشن رو فعال بکنم و حالا یه ذره بیام جلوتر، میتونم این رو بیارم این ور و حالا فرضاً بیام این گیررم یه خورده جابجا کنم، نیکم یه خورده بالاتر ببرم و اینم یه ذره بیارم پایین تر. تا حالا به هر شکل که این بازیگر ما این وسط کامل باشه و در این حال خود به علاوه هایی هم که داشتیم دیده نشه. یه نکته که وجود داره، شما اگه دقت بکنید الان ما این اسمارت گاید ها رو داریم. حتما شما زمانی که کار روتوسکوپ داری میکنین و با این گرا دارین کار میکنین، ان رو بزنین تا خاموش بشه، چون خیلی اذیتتون میکنه، هی میپره روی اونا، اسنپ میشه و خیلی میتونه آزاردهنده باشه. حالا من مثلا یه ذره جلوتر میام، باز دوباره این ماسک رو میتونم یه ذره بزرگتر بکنم و توی چند دقیقه خیلی سریع و راحت به اون نتیجه که میخوام برسم. شاید این کار با هر روش دیگه‌ای که بخوایم دونه دونه اون ستاره رو پاک بکنیم، بالابار پاک بکنیم، سخت‌تر باشه. خب من دیگه تا آخر این پلان رو نمیرم چون ممکنه خیلی زمان بر بشه و دیگه از حوصله یه تدریس ما خارجه. یه روش، یه چیز دیگه اینجا وجود داره که باز اینم دوست دارم ببینیم با هم. ما یه ظرف اینجا داریم، اگه من قفلشم باز بکنم، همونطور که خاطرتون هست برای فیت تو اسکرین کردن شیفت زد رو میزنیم و من وقتی این پلی میکنم شما میدونی که نوشته ما از پشت این ظرف رد میشه. علتش اینه که من برای این ظرف یه ماسک درست کردم. اگه ما اینجا نگاه بکنیم، این ظرف ما یه ماسک داره، در واقع دو تا ماسک داره. یه ماسک با یه ماسک من دورش رو انتخاب کردم، با یه ماسک این سوراخ وسط رو. این سوراخ وسط از اونجایی که قرار بوده از تصویر کم بشه سابترکت و این یکی از اونجایی که قرار بوده به تصویر، این تیکه تصویر فقط اضافه بشه، اد هستش. شما اپاسیتی ماسک هم دارید، میتونید کمشون بکنید. معمولا برای اد وقتی شما اپاسیتی رو کم بکنید خیلی اتفاق جالبی نمیفته، ولی برای دیس سابترکت وقتی شما اپاسیتی رو کم بکنید میتونید انیمش بکنید و حالا خود اپاسیتی این قسمت کم بشه و حالا مثلا یه چیزی دیده بشه اون زیر یا بعدش دیده نشه. در صورت کاری که من اینجا کردم، دو تا لایه درست کردم. لایه بالایی من که این لایه هست روی تکس منه، یعنی در واقع اینجا من تکسم، نوشته رادان مک من این اینجاست. یه بکراند دارم که خود تصویر ماست، روی اون بکراند رادان مک ماست و روی رادان مک ماسک شده این ظرف ماست. طبیعتا این نوشته زیر این قرار میگیره و زیرش دیده میشه به دلیل اینکه روش این لایه هست. من اگه مثلا بیام اینجا شاید راحت تر باشه تشخیص این موضوع که شما میبینید. این هم یکی از کاربردهای ماسکینگ. ماسکینگ خب توی کار کامپوزیت همونطور که گفتم خیلی کاربرد داره و این تیپ کارها رو شما خیلی راحت میتونید با ماسکینگ انجام بدین. توی درس بعد هم باز یه نکته به عنوان آخرین نکته در مورد ماسکینگ من خدمتتون میگم.